داستان بسته شکلات در دوران دومین دو جنگ چچن ارتش روسیه گرزونی مرکز چچن را به تصرف درآورد افراد مسلح زده دولتی چچن در هر گوشه و کنار به سربازان روسیه حمله می کردند نبرد بسیار شدید بود تا اینکه تمامی ساختمان ها منهدم گردید یک دوم دوم روز در یک تماس تلفنی با همسرش مطلع شد که به تازگی پدر شده است. هنگامی که از کنار یک ساختمان عبور می کرد صدای گریه دختره کی را شنید و در اندیشه دختر خود بود که هنوز موفق به دیدارش نشده بود. گرچه وی میدانست در مقابل هر ساختمان و هر شهرقند چچنی خطرهایی وجود دارد. اما باز هم به سربازان زیر دست خود فرمان داد که جلوتر نروند و دخترک را نترسانند. آره. او شخصا به سوی صدا رفت. دخترک حدود شش سال داشت. معلوم بود که والدینش را در جریان بمباران ارتش روسی از دست داده است و حراس از چهره و چشمانش هویدا بود. ستوان دوم روز یک بسته شکلات از جیب بیرون آورد. بسته شکلات را هنگام جستجوی افراد مسلح چچن در فروشگاهی که ویران شده بود پیدا کرده بود. این افسر روز قصد داشت این بچه شکلات را برای همسر و دخترش سوغات ببرد. اما متوجه شد که دختر اکنون بیشتر از هر کسی به این سوغات نیاز دارد. سطفان دوم لبخند زده و شکلات را به دست دختر داد و با محبت نامش را کرد دختر از زنگ خونبار حراسیده بود و بر اثر بیم و حراس به سطوان دوم چش دخته بود و سپس با عجله به گوشه خزید. ستوان دوم با لبخند جلو آمد و چهره دوستانشتنی دخترک را نوازش کرد. او میخواست که بسته شکلات را به دختر داده و آنجا را ترک کند. اما دخترک ناگهان از کیف مدرسهش یک تپانچه بیرون آورد و ماهرانه و در عین ناباوری افسر روز را هدف قرار گرفت و ماشه را کشید. مردم هنگامی که اشیا بر جای مانده از این سکان را بررسی می کردن دو خاطره فراموش نشدنی را در ذهن داشتند. اول اینکه در چهره این افسر کماکان تبسم پدرانه دیده می دوم دو اینکه بسته شکلات هنوز در دستش بود شاید او قبل از مرگش دختر چشنی را دختر خود می پنداش. عشق پدرانه پنهان شده در اعماق جان و دل او واجب شده است که وی جنگ و خاطرات آن را برای لحظه‌ای فراموش کند.